سلام وطندارای گل، امیدوار هستم خوب و صحتمند باشین. درخواست شما بود که همیشه خاورمیانه خاورمیانه عنایت مصطفی. در این ویدیو میریم به ترک خاورمیانه که معلوم دار است که هر چیز هسته و تمام خاورمیانه ربط داره و میبینیم در این ترک مصطفی و عنایت. ما اصلا فکر نکنم این ترک از اینا ترک بد باشه یا خراب باشه، تمام ترک هایشان تاپ هسته. دیگه ترک هفته قصده کوشش میکنم که جای مهمش براتان بگویم، ولی جایش که اگه آسانتر بود خودتان میفهمیدین و متاثرش تیر میشیم که ویدیو طولانی نشه. ولی قبل از اینکه بریم طرف ترک، بچه فراموش نکنین که اتمن لایک کنین، سابسکرایب کنین و همچنان مرد اینستاگرام فالو کنین. میریم طرف ترک. خب بچه شروع میکنیم که میبینیم چی قسم یک ترک است. ما خود مرز نمیشناسیم. دقیقاً خاورمیانه کس انا اون دمه نایت از اون شروعش گفت که ما مرز نمیشناسیم، یعنی ما تنا این ترک مربوط افغانستان نمیشه. جان آدم ها دست قصاب سر چنگ ها لقمه پیر کفتار بیا در سیا سر میشه سنگسار کت فیر بعد دستور ارباب میگه جلال نفر میشه سنگسار با دستور ارباب. اصلا فکر نمیکنه که خوار خدا یا مادر خدا یا خانم خدا چرا سنگسار میکنه به گفته یک کس دیگه. خیلی جان آدم ها دست قصاب سر چنگ ها لقمه پیر کفتار بیا در سیا سر میشه سنگسار کت فیر بعد دستور ارباب میگه جلاد به سرکو هرچی سردار و سرباز خادم ها بدینش هست شب خائن ها دوین مرد خادم ها هستند بدینشان نوکرا و خدمت خودشان هست. سنگسار کت فیر بعد دستور ارباب میگه جلاد به سرکو هرچی سردار و سرباز خادم ها بدینش هست شب خائن ها دوین مردم شوادگه نبینم خواب خائنا در بین مردم که تا امروز که امروز بود هر کشوری که نابود شد خائنا در بین مردم بودن، از خود مردم بودن که من هم میخوام یاد کنم، ولی خودتان دقیق میفهمین که کیا در بین ما خائن بود در افغانستان. خودتان دقیق و امیدوار هستم هوشیار شده باشین. خادم ها بدینش هست شب خائن ها دوین مردم شوا دیگه نبینم خواب بد خبرای روز خودش از کابوس مقصم آسو شوا دیگه نمیبینم خواهی بد. من جدی شوایی که خواه میبینم برای من خیلی خواهی شیرین است، از اینکه چیزایی را که در روز میبینم خودش یک کابوس بعد از برای من. خادم ها بدینش هست شب خائن ها دوین مردم شوا دیگه نبینم خواب بد خبرای روز خودش از کابوس مقصم آسود خواه فقط در تابوت من خوشی ها میکنن درد بیان زندگی کل ماست در فصل خزان سر میبرند وقت از آن میکشه حتی رنگ این خیلی خوب بود سر میبرند وقت از آن، یعنی اگه مسلمان واقعی هستی مسلمان واقعی گفته شده که قتل اجازه نیست، حرام است. هر کسی که هر گناهی کرده خداوند خودش جزایش میده. تو چی کاره که در او هم باز در وقت از آن اینجا زمان سرک شده خونخوار سوز شده خونزار به جای گل روها مرمی نمیشناسه ظالم کیه مظلوم قاتل کیه مقتول میشکافه سر سودا ودا نمیکنه کت اولاد پدر از خانه رفت دیگه نیامد شاید خوش نداشت بیای پس در ای اوزا مادر ماند و طفلای گشنه رفت برون پشت سودا دید بازار فروش دختر خوب از دختر خدا نمیفروخ اگه گو داشت طالبا دختر خدا نمیفروخت اگر گو داشت. منظور عنایت از این نیست که حتما یک گو، منظورش چون وقتی گاو گوسفند و زمین و چیزا که داشته باشید افغانستان مالدار میگه، یعنی منظور عنایت از این که اگر یک کم از خود مال میداشت یک چیز دیگه میداشت او را میفروخت، ولی ایک قدر غریب شده بود که مجبور شد دختر خود بفروشه. های 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 خوش نداشت بیای پس در ای اوزا مادر ماند و طفلای گشنه رفت برون پشت سودا دید بازار فروش دختر خوب از دختر خدا نمیفروخ اگه گو داشت طالبا میگردن خانه و خانه دانه و دانه میکشن تو کار تمامه بزد عمرشه اگه میداشتم تبر میکنن حوض دخترم میکشن در قفص جرمشی بود کشیده نفس به لذت زخم
جرمش چی بود که کشیده نفس به لذت؟ شما که بچه هستین هر رقم هر کار میکنین، ولی فامیلم که خبر شوه دیگه ای کب کار نکنی، خیلی کار بد است. ولی دقیقا اگه مو کار دختر کنه میشه اورم باز، اگه رئیس قریه خبر شوه نفره میشونه در میدان پدرشون پشت رئیس قریه که سنگسار کنین. شما چی کاره؟ موی زیاد کشتن حس مرگ به چشم میبینم نیست کشتنم سخت و پشت زندگی مکت مردن نسبت دارم. کجا را دیدی شبه کشور زلت ملت حیات قسمت چی بوده نفسم قید میشم میخوانم مصرم از شق سعین و حضرت ابو بکرشان بغدادیست حضرت عمرشان مولا عمر میخواندن در گوش ما از شعیاتین. حالا اینجاست که میبینیم کشتار و مرگ حضار و جمع خوشنام و سر و شکر خدا خلق در رکوع طلاب جل و اشتار ترس میداد وجدان پس انتاری زد شد نماز مرگ در فشار قبرت میای اوم شب اول نینکی رو نمون کرد یک مرد که پشت حق میزنم آتش تا که تشنه تر شب بزنه روح تکه ندیدم یک روز خوش بچش ندو. صدای پای سربازا، یعنی سیاوش نگهبان دوباره کار خود کرده دایی بید، یعنی بیتای میسازه که آدم مویای جان آدم میخیزه باور که اصلا انتظارش نداشتم. صدای پای سربازا را شنیدید؟ ترشه بزنه روح تکه ندیدم یک روز خوش بچش ندارم بیم از مرگ یتیمه گفت هم که من خوردن شد فقط خدا در کبست کل دین نگه انسانیه ما انسان نیستم که مرز هست ناجی نامد نزگوشی ادامت دار هزاره آره سر زد زندگی شده شکل فیلم ها درد سخت سر بچه فیلم هاست بایی تفاوت که نمیتونه زار بگه کسی در خودش آمده بچه فیلم ها. چقدر معقول گفت، گفت زندگی ما مثل فیلم ها شده که ما بچه فیلم هاست، بچه فیلم هستیم درد سختی سر ماسته، یعنی هر چیزی که بد مرش یا کسی که نفر بعد فیلم هسته هر کار سر ما میکنه، یعنی یک فیلم اگه ببینین هر مشکلات تنها سر بچه فیلم ماتم خوارش اختطاف میکنن مادرش هم میکشن پدرش هم میزنن تو میکنه تمامش. ولی مصطفی میگه فرقش باعث که ما چی نداریم، ما زور نداریم، ما قدرتش نداریم که استاد چیم. چه قلقس کو گوش کنه شده شکل فیلم ها درد سخت سر بچه فیلم هاست بایی تفاوت که نمیتونه زور بگه کسی در خودش آمده بچه فیلم ها کنترول داره سر خشمش این بار آزادی قصدش امسال زده میره بدون هیچ امیدی فقط در قصد زد و بند و جنگ و جنجال کم خونه کنده بودن چادر آی من گاهی دفعه حتی میرساندیم پا در پای مرگ میرفتیم ولی خونه میبردیم را در جای نه چی میکدی اگر تو بودی جای من حاکمان قنداری حکومت مزدور خاک ما رکت ناموسی ما دوست برد چشم امید در ریاست جمهور مگره زکت ما تر رای پر پول سیاست ما رای سوز سوز آورا که نمیخوایم نامش یاد کنم خودتان نفهمین که کی فرار کرد با موترهای پرپول مزدور خاک ما رکت ناموسی ما دوست برد چشم امید در ریاست جمهور مگر زکت ما تر رای پر پول سیاست ما رای سوز سوز آورا کرد خیانت ما را ست خوری طالبا کرد مگه ما چی خری کدام خوازی رکن که فقط باید گویا اینجا جان ما در آمدیم که پای خود ثبتش کنیم جانانه جانه در وطن خود خرچش کنیم بیرق دل ما سیاه و سرخ و سبز میمانه تو دست ما طلب کو برات صرفش کنیم ما هم یکی از قشر اجتماع ما دمو زیر امو بیرق کلان شدیم زیر امو بیرق همیشه می باشم و قطعا اونجا مردم بیرق ما را که هر رقم هم تبدیل کنین اینجا اون اون بیرق میمونه اون امو سیاه سرخ سبز همیشه اینجاست ما زیر از او بیرق خورد کلان شدیم میمانه تو دست من طلب کو برات صرفش کنیم ما هم یکی از او قشر اجتماع که ظاهر و باطنم شدن اسیر انزوا ما هم یکی تو باری تبیدی زمین و مطلب شد و منجا برای صرف اشتباه خوش اشتها برای خوردن فریب دروغا میرقصم برای بردن دلم خوش اشتیا به خاطر فریب کردن چقدر ما خوش اشتیا بودیم چقدر ما را رهبر آوازی داد چقدر گپای شیرین شیرین زد که برین تست از رای دادیم برشان که او اینمی آدم افغانستان آباد میکنه اینمی آدم هر کدام ما پشتی یک رای بر استاد شدیم اقدر پرشتی ها بودیم خودتان یک دفعه سرتان در گریبان کنین که چقدر پرشتی ها بودین و چقدر دروغ ها را خوردین و باور کردین با خوش اشتها برای خوردن فریب دروغ ها میرخصم برای بردن دلم چی در ازا چی در زور دمی کنم این تو شرایطم وقت مردن نه نفت گر تای پای مست و رز در دستم آمده برم پشتی نالی در نستم اوزای منم است و حالم هم نیست خوب زر نودان و مز زر باران و خستم
به شکت مصطفی، بگم ما آدم های هستیم که از زیر باران، از زیر ناوه خستیم، زیر باران چیشتیم، از زیر باران خستیم، زیر ناوه چیشتیم. یعنی نخواستیم که مشکلات حل کنیم، از زیر یک مشکل خستیم، در زیر دیگه مشکل چیشتیم، پشت از زیر عبر که ایلان کردیم رفتیم پشت مخالفش استاد شدیم. یعنی همون مشکل پاس دواره. ای حی دستم آمدم که برم پشتی نالیدن نستم، اوزای منه مثل حالم هم نیست، خوب زره نودان و مزره بارانا خستم، وقتی خطی بجدان آره نفسا میگیره گردن، بشر و حقوق شده جایش میزنن گردن. وقت حقوق بشر چی است؟ یک چیز ناق برای خود بخش کردنی کمر رو زدن و کندنه، تنها چیزی که دستی تا میگیره درده. هی خواهر میانه است، چل سال کدیم با سختی و سر، صدا رو میزنن هزارا رو میکشن تا بعد کشتنشان خود آدم بدانن. با خدا اگه آدم حساب شاین با این کارتان. اینجا خبر میانه است، پای زندگی ما در میانه است، دونا را بستن کامیرا را کشیدن در خبر را ببوین، اینجا خبر میانه است. آفرین، دانای ما را بستن میکنن. ما که میم وقت گپ میزنیم با چیزهای مختلف در بارش، اگر جای باشه استرایک میزنن، ریپورت میزنن، بسته میشه. ولی خودشان چی میکنن؟ کامرا را میکشن، بی بی سی، سی این این، چیزهای دروغ کلشون کمرای خودم میکشن، میگن اینجا خاور میانه است که ما چیم در سوریه ای کار کرد، در افغانستان ای کار کرد، در ایران ای کار کرد، کلشون خودشون دسیسه سازی میکنن. ولی چیزی که مردم میگه هیچ اصلا به جهان نمیرسه. ما یک طفل افغان در غم غمایم، کجاستم نمیشه پیدایم، در قبار گپایم، رسیده فصل قتل ما، شرح ما همی سینا میخوان آدم قدشه، هوا پشت هوا، تنفس نمیتونه، کل جان مادر زخمه، به حال ما میزنه کافر زجه، هر روز سوق شدید ترکت. چقدر مقبول گفت، به خاطر ما یک کافر زجر میکشه. یعنی سلیبریتی های خارجی میایه بر ما استوری میمونه، پست میمونه که جگرخونی میکنه، ولی شما شاید باشین، ما براتون میگم که یک کشور اسلامی هیچ وقت خدا پیش نکرد که یک چیز تنها هم تو همدردی کنم رای کشورهای خاورمیانه یا هم رای افغانستان، چی سعودی بوده چی کشورهای دیگه بوده، یکیش نه که خود مسلمان میگن که دعوای مسلمانی دارن. بال زخمی اینجا از خاور دره، مرگ دختر ما، صدای خفت خفته آده خفتن ما، من یک کشتم دمی کشتنتان، میگیره فلک از خلق خلق و گشنه، تشنه میمانن مرد و وزن، نان میمانن در تلک و بخوردنشان، میپیچم در مردتان به ایرقتان، که هست رنگ کفن، من یک مسلح مسلح در... که رنگ بیرقتان هم کفن ورس، میفهمین که کیا میگه کی بیرقش مثل کفن ورس. نده تلک و بخوردنشان، میپیچم در مردتان به ایرقتان، که هست رنگ کفن، من یک مسلح مسلح، در صلح اصلاح شده به اصطلاح صالحان، جام زربه ها کمان صاحبا، در تاریکی تاریخ مجاوی، شاید ابلیس شاید انجیل، پیش میرم رقم قدرت پول، میجنگم تا دارم در رگم خون، کافر از بدین خود طالب، انتهایی در مکتب، قلم در دست و توفنگ. چقدر اینایت مقبول گفت، کافر طالب به دین خود کافر است، انتحاری در مکتب. یعنی در کدام دین گفته شده که تو باید طفلا را بکشی؟ در کدام دین گفته شده که تو در کرز باید انتحاری کنی که هزارها بیگانه را بکشی؟ تو در به دین خود کافر استی، به دین که ایمان داری میگی من مسلمان هستم کافر استی. در کجای دینت گفته شده که این کار را کنی؟ هیچ جای دینت پیدا نمیکنی. با خدا در سر یک میز مذاکره بشون نشانه بگو یمیر ازشون پرسان کنی، با خدا اگه بفهمه همین کار که شما کردین، یک چند نونه در ترک هزاره از سایر گرفتیم، انتحاری را که ویدیو چه دیدیم، همو بیچاره چی کار کرده بودن؟ در کجای دینت همی گفته شده؟ تو با دین خود کافر استی. کش میرم رقم قدرت پول، می جنگم تا دارم در رگم خون، کافر از بدین خود طالب، انتحاری در مکتب، قلم در دست و تفنگ در دست ظالم، وار میکنن کت بم ده شبی، نسل نسناس پس آمده در زمین، رقمه میکشن ده افغان هزاره، دل شیطان کبابه، مردم دست خالی، اینا کت انفجاری میکنم کت با خدا اگه می کار شیطان بکنه، افغان هزاره، دل شیطان کبابه، مردم دست خالی، اینا کت انفجاری میکنم کت قلمم چشمای تکور، ده ای جنگ افتخاری چی خالی ما شهید کردن، اینه میالی اشتا پای ارد خورد در خانه داره، بعد بسیار مجبوری اینه میادم کشی را بست کنن.
بچه خاله من رو مگه شهید کردن، طفلایش در خانه تنها مانده. اگه خانم داشته باشه که خانمشان بیوه شده، طفلایش یتیم شده، سرپرستشان از جا رفته. یک مادر ما آمده خواهش میکنه مگه می جنگ بس کنین. چی رقم نسل هستین شما؟ ای خالی ما شهید کردن، اینو میالی اشتا پای خورد خورد در خانه داره. باز بسیار مجبوری خودم که اینو میادم کشی را بس کنن. یک لحظه بشی تم راست کنیم، زخمایی کنه خود کم باز کنیم. تو را میگم وطن داره گلم، کتم گپ بزن شاید هم فاس شدیم. یک خدا یک سرزمین، هرچی که باشه دیگه دین و مذهب. میگم اگه جرمش زخمایی وطن مگذرم از کل دین و مثلا. چقدر زیبا میگه ای هم وطن، گفت نگفت های هزاره، نگفت های تاجک بیا بشینیم سر میز، گفت های هم وطن بیاین بشینیم مشکلات خود حل کنیم. یعنی از هر قوم کسی بیا بشی که مشکلات خود حل کنیم، بسا جور کنیم. دور بانین دین مذهبتانه، او را گوشه بانین. یک خدا داریم، یک سرزمین داریم، بیاین بشینین سر میز مشکلاتتانه بگوین شما چی میخواین، ما چی میخواییم، دیگه اقوام چی میخواید، کل ما متحد شویم. بانین دور مذهب و دینتانه. مگه چه خیر دیدیم از جنگ، اینمی شده تانا دلیل مذرب. مهم نیسته که چه بگن سبا، اینمی یه فقه فکر دیدم اصلا. نمی فهمی که ما کیستم و چی میگم، روی سونی یگان را نستم و نمیروم. کف سقف صد تو تحصیلات، ولی مسیری که یک دفع رفتم و نمیروم. نام ما درد متولد جنگ، کام ما درد شده بر ما سنگ. کار ما سخت بود، هنر ما رپ تاره که محض بخ مرده بر ما رنگ. خالی صحنه مالیده ترشه چشم خونده، ما آبه را جاری هر دم. عالی در رپ ما یاری در رسه، قبل خانم تو سکوتی ما تاریخی ترشه. گفتن پره لیکن عمل کم بوده، کل بخورا در پالای سمرقند گومه. چی میتونه از تمه بشر کم کنه که قابل بیان باشد در هر مضمونم. زخاطرم یکی تو بدرد از وطنم است، در حد امنیت میپار. مصطفی اینجا گفت، فکر کنم متوجه شدن یا نشدن. من خواستم یک بار بگویم، گفتم اثرش تیر شام، ولی نمیشه دیگه. یک دفعه دیگه گوش کنیم. تو بود هنر من رپ تاره که محض بخ مرده بر من رنگ. خالی صحنه مالیده ترشه چشم خونده، من آبه را جاری هر دم. عالی در رپ معیاری در رسه، قبل خانم تو سکوتی ما تاریخی ترشه. گفتن پره لیکن عمل کم بوده، کل بخورا در پالای سمرقند گومه. گفتار زیاد است ولی عمل کم. ما زبان ما 40 متر است، هر چیز میگیم ولی عمل ما کم است. و سمرقند پلی بخورا گم است، یعنی که مثل سمرقند و بخورا قبلا دو جایی بودن، دو مملکت فکر کنم بودن یا دو شعار بودن. یکیش در پلی دیگهش گم شد. دقیقا مثل ما که گپ میزنیم ولی عمل ما گم است. چی میتونه از تمه بشر کم کنه که قابل بیان باشد در هر مضمونم. زخاطرم یکی تو بدرد از وطنم است، در حد امنیت میپال و مرز در مرز. در ایم دود سیگرت و سور بالی ازی کشت و کشتار، علامت ملی شده کشت کوکنار. منزل را خراب کت پشت پشتام زمین. علامت ملی ما کشت کوکنار شده. این ما براتان میگم بچه، چون در اروپا ما زندگی میکنم، اکثرا که اروپایی ها که سرخوردیم یا ما را به نام جنگ شناختن یا به نام مواد مخدر افغانستان. نای سبزی درست خوشک و خوشکار، آزادی خواب و خونده خشت خشتش مانده. ما را میشناسن کل دنیا، افتخاری که در نظر همه شده منتهاری. آزاده مگم در بند اختصاصی، بنده شده میجا کاملا نم اتفاقی. وقت خوربت در جانم هستن. یه خاطره را برتون میگم بچه، داخل پابجی همون یک گفتگوی مکتی عرب شد. ما را اینطوری گفته، طالب گفته دعو میزد. یعنی ببینین که ما چی رقم شدیم، ما با افتخار مشهور شدیم با اینطوری. مصطفی ما میگه پا میگه حساری 40 ساله که در جنگ بند است غریب. نیست تو کسی که سر تخت است رئیس، همشه پوته در جنگ هم کس ندید جواب گناه های ناکدر. چقدر مقبول گفت. او کسی که در سر تخت است رئیس نیست، کسی که در پشت سر از او سور رئیس است. او کسی که دست نشانده آمریکا بود، شیشته بود سر تخت، او فقط یک نشان بود، یک سمبول بود. رئیس اصلی کسی بود که پشت سر برش میگفت که اینی کارا کو، اینی کارا کو، اینی کارا کو. اگر او واقعا رئیس می بود، کار خود و وظیفه خود هم میکرد، یک افغان واقعی می بود. ولی او خودش دست نشانده یک نفر بود. مصطفی چقدر خوبش گفت، او کسی که سر تخت شیشته، او اصلا رئیس نیست. 40 ساله که در جنگ بند است غریب. نیست تو کسی که سر تخت است رئیس، همشه پوته در جنگ هم کس ندید جواب گناه های ناکدر کم پس دادیم. متفت با میکنه جنگ و تفرقه بین قوم و رنگ و افغان، تا لب پر طالب بزنم گردن میسوزنم جانت. آخرم نیست باز کشور از خود داعش، داعش در دینشان خیست از جنس شهر. قصد چی بود؟ نبود تفنگ در دست من،
چادری دستر آدمی نگف آزادی اونا زدن مرمی عدتنی رقم ظلم نیست عقیده بلد حیوان صفت دستن از غریزه در جنگ امارت طبقه هفتم دوزخ للای یک روز پیش خدا رفته نیستن باز جوابش همه تن یه کفی دست سخت از بخار خون از نفس ها کفت از بندی قربت در دل کسته لیکن عالم ها یک قسم هستیم ندارن نشاد فرق و یک جسم هستیم دیگه ترس نیست بچه شان از انم رشه قوم ظالمه ما زنده هستیم یک جسم اینایت خو میگه که تا وقت نزنیم رشه قوم ظالمه ولی من میگم تا وقتی که رشه قوم پرست نزنیم افغانستان رو به آبادی نمیره تنها افغانستان نه که تمام خاورمیانه ریشه قوم پرست بزنین هر کس که باشه در موریتان کم قوم پرستی کرد از قوم بازی خود گب زد دم دانش بزنین خوب محکم بزنین ما تو امروز امور رقم کردیم همین هر کس پیچوریم گب زده گفتیم قوم پرستی نکن زنده استیم یک حزب تا روز مرگتان ما زنده استیم یک حزب یعنی قربان سیاوش نگهبان باور که بیتای میزنه فکر نکنم در رپ فارس یا در رپ دری کس به اندازه‌ش باشه که قسم یک بیت بزنه یعنی ما تا امروز هر چیزی که از بچه های سرک شنیدیم هر ترکه یعنی بیتش فوق‌العاده بوده این نقص نمیتونی داشت بگیری یعنی بیت فوق‌العاده است و او هم که با دو دانه لژند دیگه سر از او بیت بخونند دیگه سه نفر که سه دانه لژند یک جای شوانی رقم یعنی رقم یک کار بسیار فوق‌العاده میشه و این تنها بر افغانستان نیست افتخاری به تمام خاورمیانه است و به تمام فارسی زبانان من خوب فوق‌العاده سر رپرهای خودم افتخار میکنم کی رقم ترک ها میخوانند ولی کسایی که ترک های میخوانند که اصلا مانا نداره دیگه اونا را گوشوانین اونا ساعت خودشان گت خودشان تیر باشه خب بچه هایی بود از ترک خاور میانه یکی از فوقلاده ترین ترک ها اعتراضی اجتماعی انتقادی که ما تا امروز شنیدیم و فکر کنم تا فعلا دو ترک شنیده بودیم یا سه ترک که خون بود از سایر بود و از یک نفر دیگر هم رفتیم غلام کسایی که ترک های اعتراضی فوقلاده میخوانند یعنی ما ترک هایشان خیلی خوش دارم و بچه ها فراموش نکنین حتما ترک هایی را که میخواین در داخل کومنت نوشته کنین من نوت میگیرمشان باز به مرور زمان تمام شایسته هایستم میریم و امیدوار هستم که از این ویدیو خوشتون آمده باشه حتما لایک کنین سابسکرایب کنین و همچنان مرا در اینستاگرام فالو کنین تا یک ویدیوی بعدی شما رو به خداوند پاک میسپارم با امید همبستگی و اتحاد ما اوقات خوش